پوشش و لباس که ما خانم‌ها سه تا رنگو بیشتر اجازه نداشتیم بپوشیم، یعنی ما توسی، مشکی و قهوه‌ای اجازه داشتیم. در سریال‌های پاورچین نقطه‌چین، بله پاورچین، پاورچین و نقطه‌چین هم فکر کنم همش. به نظر من که همون سه رنگ هم نباید می‌ذاشتن بپوشین. مشکی که معروف به این که رنگ عشق و مثل رنگ چشای مهربون پس تحریک کننده است. توسی رو هم که همه میشناسین دیگه، چه جور آلتی، ببخشید، آدمیه. مثلا سعیدشون. میمونه یه قهوه‌ای که اونم واسه مسئولین تحریک کننده است. زیاد ببینمش ممکنه روده هاشون تحریک شه. بهترین رنگ بیرنگیه واسه خانم‌ها. یادم که سر لباسا خیلی تاکید داشتن که اولا که گشاد باشه و رنگی نباشه یا گریم. مثلا یادمه که ما یه دونه فون داشتیم که حتی روی رنگ لب و روی موژه ها هم زده میشد واسه اینکه اصلا آرایش کسی نمیگه. نه 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 اصلا آقا جان، به هیچ وجه نه، همه یه رنگ لب تعبیر با میگرفتن. خیلی کار درستی میکردن. همین که نمیگفتن کارتون یخچال تنتون بکنید، روشن فکری و انعطاف مسئولان عزیزو نشون میده. بعدش همین حرفا مال قبله. الان دیگه خدا رو شکر مسئولان ما خیلی عوض شدن، این طالبان دیگه به خانم‌ها اجازه میدن هر چی که دوست دارن بپوشن، ولی خب اونا خودشون موقع پخش کم رنگش میکنن. در قسمت سیام برنامه همرفیق، آرایش چهره مهمانان برنامه سانسور شد، اما نکته بحث برانگیز در این قسمت همرفیق تغییر رنگ کلی آن بود که با قسمت‌های پیشین تفاوت داشت. رنگ برنامه از رنگ اصلی به رنگ مایل به سیاه و سفید تغییر کرده بود. نه اینم خوب نیست، من راضی نیستم. مایل به سیاه و سفید کمه، به من باشه میگم کامل سیاه و سفید، این فیلم‌های قدیمی چارلی چاپلین اینجوری. شد یک برنامه متعارف و استاندارد. فقط اگه بتونن این روش رو بست بدن به همه فیلم‌ها و سریال‌ها و تاک شوها عالیه. فقط میمونه میزانسن. واسه اونم فقط طراح صحنه باید حواسش باشه که هیچ دو نفری با هم روی هیچ چیز دو نفری قرار نگیرن. خانوم و آقا کنار هم روی یک مبل دو نفره اجازه نداشتیم بشینیم، یعنی حتما باید دو تا مبل کنار هم بود و اینا جدا جدا روی اون مبلا میشستن که حتما وسطش یه دسته داشته باشه، اگر دو نفر با هم روی یه مبل نمیتونستن بشینن. دسته؟ وسطش دسته داشته باشه؟ عجیبه که اون سانسورچی آلت مغز به ذهنش نرسیده وجود دسته اون وسط خودش قباحت داره و میتونه تحریک آمیز باشه. من امیدوارم این رئیس جدید صدا و سیما صدای منو که به جایی نمیرسه بشنوه و یه فکری به حال مبلای دسته‌دار فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی بکنه. برای ادای حق مردم در امانتی که به دست ما سپردن، باید صدا و سیما رسانه کسانی باشه که صدایی ندارن، صداشون به جایی نمیرسه. دیگه از این بیشتر؟ الانم بالا تلویزیون هر وقت ما روشن می‌کنیم می‌بینیم یا داره از شرایط بد سیاسی و اقتصادی کشور انتقاد می‌کنه یا صدای اعتراضات و مطالبات و خواسته‌های به حق مردم بیچاره و مستضعفه. البته نه مردم ایران. بحران سوخت تازه ترین بحرانی است که گریبانگیر انگلیسی ها شده است. فقط در یک هفته اخیر به علت بالا رفتن بهای انرژی، کمبود راننده تانکر و آنچه بی برنامگی دولت توصیف شده، 9 شرکت انرژی در این کشور ورشکست شدند. بیشتر پمپ بنزین ها خالی است و صف های خودروهای در انتظار سوخت کیلومتری شده است. بابا سوخت دیگه بحران داره. بزنید 1500 تاشون رو بکشین، بعدم یه گزارش پخش کنید از یک راننده تاکسی بریتانیایی که سیسمونی نوش به دست اختشاشگران آتیش گرفته و تقاضا داره یک دست و یک پای معترضان رو قطع کنن. اینجوری قطعاً قضیه جمع میشه. نشودن چند نفرشون رو اعدام کنین، جمع میشه. مدیریت بحران بلد نیست اینا. بزنید سیانتشون کنید دیگه. عنابستانی نماینده مجلسی که سیلی زدنش به صورت یک سرباز راهبر برایش درد سرساز شده بود به عضویت کمیته فضای مجازی منصوب شد. بله دیگه، خاله الکسیز رو عضو کمیته افاف و اجاب میکردن معقول تر بود. یعنی کسی که فیلم چک زدنش به یه سرباز تو فضای مجازی پخش شده آبروش رفته رو کردن مسئول رسیدگی به فضای مجازی. اصلا سرورهای اینستاگرام و واتساپ از شنیدن این خبر پشمشون ریخت، 6 ساعت از بیخ قطع شده بودن هفته پیش. ارزه نگهداری از سرور که نداره این مارک زاکربرگ. باید مدیریت فیسبوک هم بدن دست رئیس جمهور ما، خودش بیاد بشینه پشت سرورا. مردم هن اینا عزیز خدا هستن، چرا با مردم اینجوری میکنید؟ من از این بعد باید خودم پشت فرمون بشینم ها.
من این دفعه یه دفعه یه کار بکنم خودم پشت فرمون میشم. چی میگی؟ چی میگی؟ چرا فیلم هندی بازی در میاری تا میبینی دوربین روشنه؟ مگه میشه راننده بزنه بغل تو بشینی پشت فرمون بای بای کنی با مردم تو خیابون؟ مگه اتوبوس ترمینال جنوبه؟ چی میگی الکی؟ چی کار کنه راننده الان؟ اگه وایسه که مردم از شدت شیرینی و محبوبیت میریزن سرت آنگوزمانت میکنن. آروم آروم هم بره جلو که شما ناراحت میشی. نکنه میخوای خیلی زود تند سری انقلابی زیرشون بگیره رد چه بره روشون تا مردم احساس آرامش کنن. داره آروم آروم میره جلو دیگه. شلوغش کردی خودم میشینم خودم میشینم. اصلا مگه تو گواهی نامه داری؟ چه جوری آیین نامه رو که خوندن و نوشتن لازم داره قبول شدی؟ اصلا بزن کنه بابا خودم میشینم بلد نیستی.